برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آیت الله سید احمد شیرازی، فرزند بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامظله، طی روزهای گذشته در چند مراسم عزای فاطمی در کشور کویت، از جمله مراسم حسینی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و حسینی امام حسن عسکری علیه السلام شرکت کرد. ایشان همچنین در چارچوب فعالیت‌های اجتماعی و دیدار با مؤمنان در منزل حجت الاسلام و المسلمین سید علاء قزوینی حضور یافت و با وی دیدار و گفتگو کرد و به عیادت حاج بدر قبازرد از چهره‌های سرشناس شیعه در کویت رفت. دو شهروند جوان آلمانی به نام‌های خانم ماریا نبیزاده و آقای محمد رضا شیردل شرقی که هر دو اهل شهر دارمشتات آلمان هستند، در حرم مطهر امام حسین علیه السلام به عقد هم در آمدند. این مراسم با تلاش روابط عمومی مجمع رسانه امام حسین علیه السلام و با هماهنگی با مسئولان حرم مطهر حسینی و همچنین هماهنگی با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی حسینی شیرازی، فرزند مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی قدس سره و امام جماعت حرم امام حسین علیه السلام انجام شد. مقام های محلی در استان دیر الزور سوریه روز گذشته جمعه از حمله تروریستی به 3 اتوبوس حامل کارگران در این استان خبر دادند. به نوشته خبرگزاری رسمی سوریه، در این حمله که در نزدیکی چاه نفتی التیم رخ داد، حداقل 10 کارگر شرکت نفتی الفرات سوریه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. بسام توبه، وزیر نفت و منابع معدنی سوریه، به طور ضمنی مسئولیت این حمله را متوجه آمریکا دانست. شیخ مرتضی مداحی، نویسنده ی کتاب علامه مجلسی از نگاه غربیان، گفت پژوهش حاضر پس از بررسی مختصر روند شیعه پژوهی و مطالعات غربیان درباره مجلسی به معرفی کالین ترنر و نظرات او در این کتاب به نقد و بررسی دیدگاه‌های او درباره علامه مجلسی می‌پردازد. منابع محلی از وقوع یک حمله تروریستی با استفاده از سلاح‌های راکت انداز به یک پاسگاه پلیس واقع در منطقه در اسماعیل خان خبر دادند. گفته می‌شود بر اثر این حمله دست کم 3 نیروی پلیس زخمی شدند. نیروهای پلیس بلافاصله واکنش نشان داده و تعدادی از تروریست‌ها را به هلاکت رسانده و چند تن دیگر را زخمی کردند. آستان مقدس علوی از برگزاری 10 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب در نجف اشرف خبر داد. بر اساس بیانیه صادر شده، این نمایشگاه با حضور صدها انتشارات داخلی و خارجی از 2 تا 11 فوریه 2023 در نزدیکی حرم مطهر حضرت علی علیه السلام برگزار خواهد شد. حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، از آکادمی بین‌المللی فقه اسلامی خواسته تا به سرعت یک کارزار جهانی را برای اتحاد علما و مراجع دینی جهان اسلام علیه تصمیم طالبان مبنی بر ممانعت دختران از آموزش آغاز کند. وی در این باره گفت تصمیم حکومت طالبان برای جلوگیری از آموزش دختران از جمله تحصیلات دانشگاهی و برکناری اعضای هیئت علمی زن از سمت‌هایشان به بهانه اینکه این امر مغایر با شریعت اسلامی است، آخرین موردی بود که توسط آکادمی فقه بررسی شد. مسجد جامع پاریس از نویسنده فرانسوی به اتهام تحریک علیه مسلمانان و اظهارات نجات پرستانه و خطرناک شکایت کرد. این مسجد اعلام کرد شکایت قضایی علیه میشل ولبک، نویسنده فرانسوی، به دلیل اظهارات اخیر نجات پرستانش علیه مسلمانان در فرانسه اقامه شد. گروهی از مسلمانان شهر ساکرامنتو، مرکز ایالت کالیفرنیای آمریکا، به آماده کردن وعده‌های قضایی و توزیع آنها بین نیازمندان و آوارگان و ناتوانان اقدام کردند. هدف این مسلمانان از این اقدام، کمک به افراد ناتوان و بی خانمان‌ها
و نیازمندان به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و موج هوای بسیار سرد است.